درود بر بچه های گل مارکت نیوبی و کسایی که همیشه همراه ما بودن. یه سری ویدیو ما اخیرا گذاشته بودیم توی سایت صفحه فیسبوک همون و بچه ها کامنت دادن که زیرش کامنت های خیلی خوب و اساسی و کارشناسی گذاشتن. من از کامنت های کارشناسی همیشه استقبال میکنم، حتی اگرم بچه هایی هستن که کامنت کارشناسی نمیذارن و حالا یه خورده تندتر صحبت میکنن طبق در حقیقت ذات فضای مجازی، ولی اگر روی یک مبحث فوکوس بکنن ما میتونیم بهشون کمک کنیم و میتونیم با هم دیگه بحث رو شروع کنیم. یه کامنت ویدیو گذاشته بودم که چرا الان زمان خوبی برای خرید. سر گفتن آقا الان زمان خوبی نیست، الان که دارم صحبت میکنم این ویدیو داره آخر مارس 2020 پر میشه. خب چرا الان زمان خوبی هست؟ من میگم ببینید، یکی دوستان میگه آقا نه الان زمان خوبی نیست، باید سعی کنیم یه ماه دیگه. حرفش ایشون کاملا درسته، مارکت یه خورده ترو ترو خواهد خورد توی ماه آوریل و بعد ریکاوری رو شروع میکنه. ولی نکته اینه، ببین دوستان، این که ما همیشه تلاش کنیم در پایین ترین نقطه بخریم و در بالاترین نقطه بفروشیم، به این بحث میگن تایمینگ مارکت. تایمینگ مارکت خوبه، سود میده به ما اگه زمانشو داشته باشیم، اگه وقتشو داشته باشیم، استرسشو بتونیم تحمل بکنیم که دقیقاً در بهینه ترین زمانها بخریم، در بهینه ترین زمانها بفروشیم. متاسفانه ما خوب زندگی داریم، خون زندگی داریم، خانواده داریم، تفریحات داریم، زندگی شخصی داریم. یه ویدیویی من توی کانال دو دقیقه که حالا پای این ویدیو هم کامنت میذارم و شیر میکنم، اونجا از یه سری مطالعات آقای چارلز شواب ثابت شده که تایمینگ مارکت اونقدرها نمیارزه. یعنی شما در دراز مدت، مثلا در 10 سال، خیلی هم تو تایمینگ خبره باشید، شاید کلن توی 10 سال مثلا 5-10% بیشتر از یک کسی ببرید که بتونه منظم خریدارش رو انجام داده. حرف من توی اون ویدیو این بود، شاید الان بهترین زمان برای خرید نباشه، شاید مثلا 10 روز دیگه یا 20 روز دیگه یا یک ماه دیگه باشه که بتونید پایین ترین نقطه رو پیدا بکنید، ولی همین الان هم مارکت خیلی رفته پایین، همین الان هم فرصت خوبیه برای خرید. مثلا اگر الان شما بخرید 5% دیگه هم مارکت بره پایین، دوباره ریکاوری انجام میشه، چون مارکت آمریکا در 130 سال سرسر خورده ای سال گذشته همیشه ریکاور کرد. الان من بس این بود که خرید الان خوبه، چون مارکت همینجوری هم 20% 25% افت کرده. خب الان هم اگر وارد بشید زمان بسیار خوبی برای خرید هست. فوقش در بدترین حالت، همیشه ما داریم تو فوکس میکنیم روی بدترین حالت، در بدترین حالت مارکت یه خورده بیاد پایین تر اشکال نداره، دوباره برم گرده بالا. برای چی میگیم الان شروع بکنید؟ برای که طرف، کسایی که میگن نه صبر کنم یه ماه دیگه، یه ماه دیگه هم صبر میکنم، یه ماه دیگه، یه ماه بعدش هم صبر میکنم، یه ماه دیگه، هیچ وقت شروع نمیکنن برای خرید و فروش، هیچ وقت حساب باز نمیکنن، هیچ وقت مطالعه رو شروع نمیکنن. ویدیو رو ما برای این پخش کردیم که شما حداقل کنجکاویتون تحریک بشه، شروع کنید مطالعاتتون رو، شروع کنید تحقیقاتتون رو، شروع کنید حساب بروکرتون رو باز کنید که خود اون مثلا یه هفته طول میکشه، شروع کنید پول رو منتقل کنید. تا این کار رو انجام بدید، مارکت آمریکا هم به حال یک جهتی پیدا میکنه تو ماه آوریل و ماه می و حرکت روی بالای خودش رو شروع میکنه. بنابراین سعی نکنید همیشه پایین ترین نقطه ها و بالاترین نقطه ها رو پیدا بکنید، سعی کنید با یک روش منظم مثل روش دالر کاست اوریجینگ. دالر کاست اوریجینگ هم اگه نمیدونید چیه، باز به ویدیوهای پکیج نقره ای ما مراجعه بکنید که تو وبسایت ما موجود هستش. خب بازم اگر سوال راجع به این قضیه دارید، میخواید بحث بکنید، تو یوتیوب کامنتاتون رو بذارید، با هم دیگه بحث سالم و سازنده و مؤدبانه انجام میدیم. من خیلی خوشحال میشم استقبال کنم از بچه‌هایی که بحث کارشناسی عمیق میکنن، چالش به چالش میکشن نظرات ما رو و میگن آقا اینجا رو مثلا ما شما اشتباه گفتی، یا اینکه اینجا من احساس میکنم اینجوریه، بیا با هم دیگه بحث کنیم. این بحثو باعث میشه که کامنت زیر هم دیگه بیاد، بچه‌های دیگه بیان بخونن و اطلاعاتشون بره بالاتر. ممنون و متشکرم. توی ویدیوهای بعدی شما رو خواهیم دید.